ده سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک با استناد به موارد سرکوب دولتی و نقض آزادی های بنیادین در ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که در نشست پیش رو از قدنامه مربوط به ادامه فعالیت جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور ایران حمایت کنند. گزارشی در این باره چهل و دو سازمان حقوق بشری با اعلام حمایت از ادامه فعالیت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از اعضای شورای حقوق بشر این سازمان خواستند که با توجه به نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در رساندن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به گوش جامعه بین المللی از قطنامه مربوط به تمدید مأموریت او حمایت کنند. جاوید رحمان بیستم اسفند ماه در چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر با برشمردن مواردی مانند اعدام کودکان سرکوب منتقدان و بازداشت دو ها از تداوم نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد بیانیه مشترک سازمان های حقوق بشری که در وبسایت کمپین حقوق بشر ایران منتشر شد با اشاره به روند رو به افزایش موارد نقض جدی و سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی در ایران در مقایسه با سال گذشته میگوید توانایی و تخصص جاوید رحمان برای رسیدگی به سرکوب هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد لازم و ضروری است. این بیانیه همچنین با اشاره به نارضایتی مردم ایران از رواج فساد و سوء مدیریت منابع و مطالبات حقوق سیاسی و مدنی که در تظاهرات اعتراضی سراسری نمود پیدا کرده است میگوید این اعتصاب و اعتراضها بیشتر اوقات با بازاش های خودسرانه و نقص آزادی های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات همراه بود و به تظاهرات مسالمت آمیز مردم با ضرب و جهر و استفاده از گلوله و ماشین آب پاش و گاز پاسخ داده شده است. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز هفته گذشته همزمان با انتشار گزارش سالانه این وزارتخانه درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته یادآور شد که در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران دهها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. بابک راد صدای آمریکا